چرا تا الان خبر نداشتم؟ چرا قبلا به هم نگفتی؟ ببخشید ولی به خدا نمیدونستم. یعنی چی نمیدونستی؟ عذر میخوام. مگه خواب بودی ها؟ ببخشید آقا. تو کارتو بلد نیستی؟ آخرین بارمه، جبران میکنم آقا. چی شده؟ درست نمیدونم، فکر کنم راجع به یه چک بود. زود باش، برو گم شو توی دفترت. نهاد بیا اینجا، بیا اینجا حقتو بگیر. تو به کی میخندی ها؟ به کی؟ بابا داری کل پولتو برای اون زنه خرج میکنی احمق؟ بگیر بشین. داد نزن، میشنون پدر. بشنون، بذار بفهمن چه آدم خنگ و احمقی هستی. تو به من خیانت کردی، به پدرت احمق. تو پولای منو دزدیدی و اونا رو به فیروز خانوم دادی. ازت مهر خواست؟ این یعنی چی دخترشو فروخت؟ اینطوری حرف نزن بابا. فکر کردی باهوشی نه؟ فکر کردی نمیفهمم؟ من نمیذارم اون پولای منو بخوره، میفهمی؟ باید براشون گردونی. باید پولای منو تا قرون آخرشون برگردونی. فهمیدی؟ پولا رو خرج کرده بابا، امکان نداره. به من ربطی نداره، من خنگ نیستم. بذار املاکشو بفروشه، مهم اینه که من پولامو میخوام. پولامو میخوام. بذار صبر کنیم بابا، اون الان پول نداره. پسر احمق، هنوز خوب نشناختیش. اون داره پولامون رو برای خودش برمیداره. من براشون زحمت کشیدم، مثل اون با دروغ و دروی به دست نیاوردم. الانم میری و تا بر نگردوندیشون نمیای. بابا خواهش میکنم، فکر کن همه چیز برای خوشبختی من اتفاق افتاده. بذار بهت توهین کنم پسر، یا الان میری پولای منو برمیگردونی یا تا ابد عاقت میکنم. اون وقته که تو بی پول و بی کار میشی، اون وقت به جایی میرسی که دیگه زن و مادر زنت حتی بهت نگاه هم نمیکنن بدبخت. دو روزه از خونه میندازنت بیرون، اون وقت فقط خودتو ملامت میکنی. بس دیگه بابا، انقدر منو با پولات تهدید نکن، مگه من پسرت نیستم؟ انگار من فقط چند قرون برات میارزم. قرون چیه؟ تو یه ثروت از دست من پروندی. برای آخرین بار بهت میگم، یا میاریشون یا اینکه جا توی خیابونه پسر، فهمیدی؟ تو اصلا منو دوست نداری، انگار که من پسرت نیستم. برو گم شو پسر ای بیادب، دیگه نمیخوام قیافتو ببینم. من و تو دیگه هیچ رابطه ای با هم نداریم. گم شو. اون در رو ببند. آقا سلیمان چی شد؟ بشیر رو خبر کردی؟ جمیل رفش خبر بده. پاشو، فیروزه خانم میخواد بره، باید برسونیش. مگه ماشین نداره؟ نمیدونم، شاید رانندشو با عزیزات فرستاده. عزیزام کیان؟ جمیله، سمر و نهال خانم. آقا میبینی عدنان بک، فقط چند ساعت به عروسی مونده. به امید خدا فردا من و سمر عقد میکنیم. یور اغلو و زیاکیل با هم یه خونواده میشن، خبر جالبیه. هر دو هم دیگر رو میبینیم. خدا نگهدار، موبایلت زنگ میزنه. شنیدم. بله. واقعا زن پر روی هستی. خیال کردی منم مثل نهادم؟ لطفاً بی ادبی نکن. تو رفتی یه تعهدنامه صادر کردی تا به حق و حقوقات برسی، منم مجبور بودم. چطور به پسر خنگم خندیدی؟ چطور اون چکو ازش گرفتی؟ من مجبورش نکردم، خودش اونو به هم داد. دروغه؟ تو یه کلاهبردار دروغگویی، یا برش میگردونی یا خودم برش میگردونم. فکر نکن با این تهدیدات برش میگردونم، من از تهدیدات نمیترسم، اینطوری هیچی بهت نمیدم. خوب گوش کن، من پولم رو برمیگردونم، حالا میبینی. از حلقومت میکشمشون بیرون. بهتره تو همین خیال باشی، واسه یه زن تنها شاخوشونه میکشی ولی اون زن ازت نمیترسه.
الو. نهاد به پدرت بگو منو به حال خودم بذاره. باشه بهش میگم. من با تو توافق کردم، به بابات ربطی نداره، میفهمی؟ آره. بهش بگو تنهام بذاره وگرنه بد میبینه، میشنوی؟ آره شنیدم. ببین کسی نمیتونه منو تهدید کنه. عاقل باشید و مشکلاتتون رو با همدیگه حل کنید، منو وارد مشکلاتتون نکنید. احمقا. نهاد؟ چی شده؟ نهاد چی شده؟ هم خیلی دیر کردی، هم تلفن رو جواب ندادی، چی شده نهاد؟ دارم میترسم، چی شده بگو؟ باید این خونه رو خالی کنیم، چون دیگه نمیتونیم اجارهشو بدیم. چرا؟ بابا منو اخراج کرد، همه چی تموم شد. بهم گفت که دیگه نه من نه تو، میخواد آقام بکنه. آخه چرا؟ چرایی وجود نداره، دعوا کردیم و همه چیز تموم شد. اون خونم به نامشه. اونجام نمیتونیم بریم. میبینی دیگه هیچ پولی برامون نمونده. پولای بانک هم برداشته. کارتای اعتباری من باطل کرد. دیگه هیچ چی ندارم. نه هیچ پول و سرمایه‌ای. و نه هیچ کاری. برشکست شدم. آخرین روزم تو این خونه. وقتی میرم دیگه راحت میشی، دیگه کسی تو رو یاد گناهات نمیندازه. مسئولیت هایی که ازش برای مردم میگفتی هم تموم میشه، با اینکه اصلا وجود نداشته. میتونی خوشحال باشی. کی گفته خوشحال میشم؟ چیه از الان دلت برام تنگ میشه؟ عجیبه، اگه نمیشناختمت واقعا فکر میکردم ناراحتی. به تو فکر نمی کنم، من دارم به خودم فکر می کنم. پدر نهاد راجع به اون چک فهمیده، به هم زنگ زد و تهدیدم کرد که برش گردونم. با حرفاش اعصابم رو خورد کرد. خودت باعث این مشکل شدی؟ قبل از گرفتن اون چک باید خوب فکر می کردی؟ تو الان راحتی؟ وقتی هم از این خونه بری از همه این مشکلات راحت می شی. خوبه، از دستت خلاص میشم. به این راحتی از دستم خلاص نمیشی سمر. Thank you.
چرا میخندی؟ آخه باورم نمیشه، یعنی بابا ازدواج میکنه؟ واقعا خنده داره. بس کن دیگه مراد، زشته. تو استرس داری؟ آره. آروم باش. هنوز اینجا ایدمو؟ خیلی خوب، بلند شو، میخواییم بریم. کجا؟ یه جشن مجردی میگیریم. هی! الان وقت شوخی نیست مهند. خیلی جدیم امو، بجون بلند شو دیگه. مهند امو بلند شو دیگه، امروز آخرین روز مجردیته. موسیقی، رقص، باور کن اگه با من نیای بعدم بهم حسودیت میشه امو. تو رو خدا بابا میخوام برم. خیلی خوب باشه، فقط تو رو کم داشتم. خیلی بهمون خوش بگذر. بجو من بلند شو. یه تیکه بزرگ کیک میبریم، از وسطش یه دختر خوشگل میاد بیرون، بعدش با من میرقصه. تو اینا رو بهش یاد میدی مهند؟ حالا هی بگو نمیام. چرا میخواد بیاد مگه نه؟ از اینجا برید، بسته دیگه. تو رو خدا بابا، هر جور دوست داری. خودم تنهایی میرم، به جات هم با دخترها کلی میرخصم. خدافظ. خدا به همراهت. منم با خودت ببر. بشین. اصلا دوستت ندارم، اگه میرفتیم خیلی بهمون خوش میگذشت. صبر کن یه خورده بزرگتر بشی. دست تو. نهال اینجا چی کار میکنی؟ هیچی، اومدم ببینم اتاق چه شکلی شده. قشنگ شده نه؟ درسته، خیلی قشنگه. از فردا همه چی عوض میشه، یه مرحله یه تازه واسه هممونه، یه آدم جدید میاد پیشمون. از روز اول میترسیدم، ولی وقتی دیدمش ترسم ریخت. اینطوری واسه هممون بهتره. سمر دختر خیلی خوبیه، بابارم دوست داره، من و مرادم همینطور، داره ازش خوشم میاد، با اون خیلی خوشحال میشیم. من مطمئنم خیلی خوشبخت میشیم. بیا بریم، شهیره شیرینیای خوشمزه درست کرده، بیا بریم بخوریم. اومدن.
نمو چقدر خوشتیپ شدی. سمر خیلی قشنگ شده. حتما بیسان ناراحت میشه. نه ناراحت نمیشه. به خانواده نهاد سلام کردی؟ ولی من دعوتشون نکردم. اینطوری وای نسید، همه بهتون نگاه میکنن. ما ورشکست شدیم. چرا نمیفهمی؟ پدر نهاد اونو به خاطر ازدواج با من بیرون کرد. باید یه حلی پیدا کنی. بذار واسه بعد. انشالله که مبارکتون باشه. خیلی ممنون. لباست خیلی قشنگه. یعنی من زشتم؟ نه تو هم قشنگی. ممنون. بس دیگه، تو خیابون که نمیمونن، میان پیش من. خیلی ممنون. بدون شما چی کار میکردیم؟ ایشالله عروسیت. ولی من نمیخوام ازدواج کنم. پس چی کارت کنی؟ میخوای با ترشی بندازیم؟ لطفاً اسم و فامیلتون. سمر یوراقلو. نام پدر؟ مالک. نام مادر؟ فیروزه. محل تولد؟ استانبول. ممنونم. حالا شما اسم و فامیل بگید. عدنان زیاگیل. نام پدر؟ خالد. نام مادر؟ امینه. محل تولد؟ استانبول. خیلی ممنون. شما به دفتر ما مراجعه کردید و درخواست ازدواج دادید. شما سمر یوراقلو آیا قبول میکنید با عدنان زیاگیل ازدواج کنید؟ با اراده خود و بی دخالت هیچ کس؟ بله. با شما آقای عدنان زیاگیل، آیا قبول میکنید که این خانم همسر شما بشن با اراده خود و بی دخالت هیچ کس؟ قبول میکنم. آیا شما به این ازدواج شهادت میدید؟ بله. بله. با صلاحیتی که به من داده شده و پیروی از قوانین، این ازدواج رو قانونی اعلام میکنم. انشالله که مبارکتون باشه. خیلی ممنون. حالا میتونین عروس رو ببوسین. بابا چی کار داری میکنی؟ ولم کن. کجا داری میری؟ چی شده؟ بابا خواهش میکنم. عدنان بک، چیه؟ عقدتو کردی؟ دیر رسیدم من؟ بابا تو رو خدا، نیازی به این رسوایی نیست. تو ربطی نداره. خواهش میکنم عدنان بک، متاسفم که دیر کردم. علمی بک، آواز به رفتارت باش. تو با دختر این خانم ازدواج کردی، پولای من براش کافی نبوده، نوبت به تو رسیده که ازت دزدی کنه. ازش بترس. تو خیلی بیادبی. هنوز که چیزی ندیدی. گم شو، از اینجا برو. لطفاً بریم بیرون. بابا گوش کن چی بهت میگم. تو دهنتو ببند. تو رو خدا بابا، شر درست نکن.
بیسارا به 1,000,000 لیر فروختی ها؟ بابا آقای بک لطفا احترام خودتون رو نگه دارید. امیدوارم که قمه آخرتون باشه. بابا خواهش میکنم. این حرفا به وجنات شما نمیخوره. ولم کنین. بابا چی شده؟ چیزی نیست، نگران نباش. مراد بیا عزیزم. وای چه آبروریزی شد جلوی مردم. زود باشین شهیره، سهیلا به مهمونا برسین. چیزی نیست، فقط یه سوء تفاهم بود. از مهمونا پذیرایی کنید. سمر من و زایه کرد مردی که یه پر رزت متنفرم. اون چی داره میگه؟ مامان دارم ازت سوال میکنم. الان نه، مردم دارن نگاه میکنن. از نهاد پول گرفتی؟ حالا دهنتو ببند، هیچی راجبش نگو. خواهش میکنم منو از اینجا ببر. باش عزیزم، بذار یه خورده اوضاع آروم بشه. اینم شد عروسی؟ عموی تو جز خوشگلی اون دختر چیزی نمیبینه. تو چشمتو واکن مهند، نظر کلا سرتون بذارن. بابا بس دیگه، سلام کن. خیلی مراقب باشین. لطفا تمومش کنید آقا، خیلی بیادبی کردین. سوار ماشینتون بشین. پسرای خنگ. بس بابا، از حالا به بعد تو دیگه بابا نداری. گم شو. نهاد باید داستان از اولش برام تعریف کنی. نهاد مهند بیک، آروم باش. چرا اینطوری کرد؟ چرا اینجوری حرف زد؟ مردک بی ادب. بهم خندیدی؟ تعهدنامه ازدواج رو فقط به خاطر پول امضا کردی؟ فقط به خاطر پول مامان؟ تو واقعا خنگ و بیعقلی. من این کارو کردم تا حقت ضایع نشه. جلوی مردم سکه یه پولمون کردی، رسوامون کردی. نمیبینی با سمر چی کار کردی؟ عروسی خواهرمو خراب کردی، خرابش کردی. بیسان کجاست؟ رفت تو. اون مرد از بابا چی میخواست؟ عدنان دیگه نمیتونم تحمل کنم. چرا اون حرفا رو زد؟ عزیزم بعدا راجبش حرف میزنی. لمیس خانوم؟ نه حالا عزیزم، بیا بریم گروه موسیقی رو ببینیم. نوتی که بهشون دادیم و دارن میزنن. بیا. از اینجا بیرونش کردم. خوبه، به خاطر این کار ازشون نمیگذرم. به من نگاه کن، بس دیگه، اینطوری همه اذیت میشن. مگه تو به جز خودت به کسی اهمیت میدی؟ مگه جز پول به چیز دیگه این فکر میکنی؟ تو چطور همچین کاری کردی؟ چرا به هم نگفتی؟ چرا قبول کردی نهاد؟ به خاطر تو. فکر نکردی ممکنه اینطوری بشه؟ حالا خوب شد رسوا شدیم؟ مامان من هرگز نمیبخشمت. بسه دیگه، تمومش کنی، سرمو خوردین. مبارک باشه عزیزم، انشالله که خوشبخت
بشی. ممنون عمه. منم تبریک میگم. مبارک عمو. خوشبخت بشید. شما همینطور. خوب شد مردم آروم شدن. همه درباره اونا حرف میزنن. بشیر، جمیله رو ندیدی؟ فکر کنم اینجا بود. چی شد؟ قرار بود خبرها رو بده. تو به کارت برس. یه خورده دیر کردن ولی حالا دارن میزنن. زود باش دیگه عدنان. عدنان دیگه نمیتونم تحمل کنم. با هم نانه دیگه. خواهش میکنم عزیزم، صبر داشته باش. جلوی مردم زشته. کی بود؟ از بابا چی میخواست؟ امروز نباید راجع به مسئله قدیمی حرف بزنیم، الان باید برخصیم. پدر نهاد بود؟ دارن دعوا میکنن، فیروزه و دخترش به هم دیگه فوش میدن. این حرفا زشته. چرا دعوا کرد؟ دیگه بزرگ شدی، بس دیگه، عاقل شو. برخص، ما کاری به مردم نداریم. جمیله، چی شده؟ چی میخوای؟ بیا بریم. الان میام. بهت گفتم میام. بسته، من خسته شدم. باشه. آه بابا. آش، تو با اونو چی کار داری؟ بذار بابا حرف بزنم. نهال. 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 با موبایل از اون عکس گرفتم ولی نمیدونم خوب در اومده یا نه. باشه، برات میفرستمشون، نگران نباش. اگه چیزی دیگه شد حتما خبرت میکنم. ای بابا، نمیتونم با موبایل بهت بگم، هنوز تو عروسیم. منتشرشون کن ولی اسمی از من نگیری یا. باشه. این رسوایی به خاطر ضعفت اتفاق افتاد، به خاطر بیعقلیت. بسه دیگه، حالا هر کی از را رسید یه تیکه بارمون میکنه. تو منو مجبور کردی. سمر آجون باش. اوضاع بیرون چطوره؟ مردم راجبمون حرف میزنن؟ رسوا شدی. به خدا رسوا شدین. من به جای پدرم ازتون عذرخواهی میکنم عدنان بک، و همچنین از تو سمر. عذرخواهید الان به چه دردی میخوره؟ من همچین بی‌ادبی ندیدم تو تمام زندگیم. کسی اینطوری منو رسوا نکرد. چرا اینطوری شد؟ کسی تا حال جرأت نکرده بابا اینطوری حرف بزن. حق با توه، اسم این بی‌ادبیه. خواهش میکنم یکی بگه چی شده؟ چرا اون مرد این کارو کرد؟ من نمیدونم دخترم.
نوبت تو مامان، بهشون بگو همه میخوان بدونن چرا اینطوری شد. نهاد و پدرش به خاطر یه چیز کوچیک دعواشون شده، فقط یه سوء تفاهمه، درست نمیگم نهاد؟ من عذر میخوام، ولی این توهین به ما محسوب میشه، یه بی احترامیه. هر کی تو این موضوع نقش داشته باشه باید محاکمه بشه. محاکمه؟ درسته، نمیشه موضوع رو همینطوری ول کنیم، باید علیهش شکایت کنیم. خواهش میکنم، موضوع بزرگش نکنم. موضوع کوچیکیه. مرده اومد یه بمبی تو عروسی انداخت و رفت. خوب شد خبرنگارا اونجا نبوده. اگه موضوع به دادگاه برسه همه یه روزنامه ها میفهمن، اون وقت هرچی میخوان میگن. به هر حال اون پدر نهاده. اگه مشکلی هست بین پدر و پسره، بذارین مشکلاتشونو بدون دخالت ما حل کنن. فیروزه خانم، چیزی که اتفاق افتاد تو خونه من و زمان عروسیم بوده، امکان نداره این مسخره بازی رو تحمل کنم. فقط یه هدف برای این مسخره بازی هست. مرده میخواست از نهاد به خاطر سرپیچیش انتقام بگیره، از من به خاطر کمک به نهاد انتقام بگیره. داره سعی میکنه با پسرش دعوا کنه و بهش تهمت بزنه. من نمیتونم محاکمش کنم. منظورم اینه که به خاطر دخترم و نهاد نمیخوام محاکمش کنم. اگه قضیه به دادگاه برسه موضوع خیلی بزرگ میشه و رسانه ها خوشحال میشه. من باهاش موافقم. حلمی میخواد این اتفاق بیفته، همه از این موضوع ضرر میکنن، به خصوص شما عدنان بک. تا به حال اصلا تو روزنامه راجبتون چیزی نگفتن. فکرشو بکن چقدر روزنامه ها خوشحال میشن. یعنی باید ساکت بمونه؟ تو دخالت نکن عزیزم. باید با زرنگی رفتار کنیم. ولش کنید، مردم خیلی حرف میزنن، ولی اگه فراموش کنیم اونام خیلی راحت فراموش میکنن. خیلی ممنونم. یالا بزنین خوشحال باشیم، باید بریم پیش مهمونامون. گوشوارمو گم کردم. شاید تو باغچه افتاده و متوجه نشدم، باید دنبالش بگردم. به خدمتکارا بگو پیداش کنن. زود باش. روششم خانم. چیه بشیر؟ میگم باید کیکو ببرین. انام خانم گفتم بهتون بگم. زود باش بیسان، پاشو. تو هم همینطور سمر. لزومی نداره ببریمش، بذار بدنش به مردم. ولی همه منتظرتونن. مهمونی تموم شد، دیگه نمیخوام. آره ما خسته شدیم، همینقدر بسه. حق با شماست. پس بذارید ماها به مهمونا برسیم تا راجبمون حرف نزنن. بذار همه چیز طبیعی به نظر برسه. به خودتون یه استراحتی بدین. ممنون. نهال بلند شو. ناراحت نشو بابا، بهش فکر نکن، فقط استراحت باش. کن. مردم احمق، حتی یه لحظه تلفنم آروم نمیگیره. خسته شدم، موبایلو خاموش کردم. تلفن خونه داره مدام زنگ میزنه. کی خبر رو اینطوری منتشر کرد؟ هر کی بهش ربط داره و نداره میپرسه چی شد، چرا شد. آخه به شماها چه ربطی داره؟ براشون که جوابی ندارم. همه میخوان علتو بدونن. شدیم آدامس دهنشون، مردم آروم نمیگیرن که. چیه تموم نشد؟ هنوز از گریه سیر نشدی؟ بسه دیگه.
این عشق و رسواییمونو نمیشوره. ساکت شو و اینقدر اعصابمو خرد نکن. گفتم ساکت شو. سرش داد نزن. کافیه. جز گریه کردن که هیچ کاری بلد نیست بکنی. مشکل چیه که پول گرفتم؟ با من مثل سمر تا نکن. چرا با پروی و بی‌احترامی با هم رفتار میکنی؟ همه این کارا فقط به خاطر اینه که دارم سعی میکنم عاقبت تو و خواهرتو ضمانت کنم. بعدشم من با اون پولا قرضای باباتو صاف کردم. میدونستی اون 1,000,000 لیره کافی نبود؟ بابات ما رو با قرضاش غرق کرده. فقط این ویلا برامون مونده. شوهرتم که بی پوله. اگه این ویلا نبود کجا میتونستید برید؟ اگه این ویلا رو برای یه قرضا میفروختیم کجا میتونستیم بریم؟ کجا؟ ببینم کجا زندگی میکردیم؟ میخواین رسوا بشیم؟ فقط یه راه حل وجود داره. درست فکر کنید. با من باشید نه علیه من. بهتره با هم متحد باشیم. فقط عدنان به کداریم.